سلام و عرض ادب خدمت همراهان همیشگی سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت. محمد بهرامی هستم، کارشناس ارشد امور مهاجرتی، و در این ویدیو در خدمتتون هستم تا با هم به فاکتورهایی که منتهی به کسب امتیاز برای متقاضیان ویزای 188 ای یا همون اینویشن استریم میشه رو با هم بررسی بکنیم. آیتم هایی که متقاضی ویزای 188 اینویشن استریم میتونه از اونها امتیاز کسب بکنه آیتم های زیر هستن: سن متقاضی، مجموع دارایی های شخصی و بیزینسی متقاضی اصلی پرونده و همسرش، گردش حساب، سابقه مدیریت تو بیزینس، نمره زبان، بحث نوآوری تو بیزینس و مدرک تحصیلی. عمده فاکتورهایی هستن که متقاضی با داشتن اونها میتونه تو سیستم پوینت بیسی که این ویزا داره 65 امتیاز رو کسب بکنه تا واجد شرایط دریافت این ویزا باشه. و اما حالا با هم فاکتورها رو با دیتیل بیشتری بررسی میکنیم و میبینیم که هر کدوم از این فاکتورها چجوری میتونه متقاضی رو به اون 65 امتیاز برسونه. اولین فاکتور، فاکتور سنه. اگر در بازه سنی 18 تا 24 سال هستید، شما 20 امتیاز میتونید کسب بکنید. برای متقاضیانی که از 25 تا انتهای 32 سالگی هستن، ماکسیموم امتیاز سن اینجا وجود داره و متقاضی میتونه 30 امتیاز رو تو این بازه کسب بکنه. از 33 تا پایان 39 سال متقاضی شامل دریافت 25 امتیاز میشه. از بازه 40 تا انتهای 44 سالگی متقاضی میتونه 20 امتیاز رو کسب بکنه و از 45 تا انتهای 54 سال متقاضی میتونه 15 امتیاز رو کسب بکنه. مد نظر داشته باشید که این بازه های سنی برای بعضی از ایالت ها میتونه برای بالای 55 سال هم وجود داشته باشه و ایالت هایی هستن که برای متقاضی بالای 55 سال هم شرط دریافت دعوتنامه و ویزا رو خواهند داشت. و اما فاکتور دومی که منتهی به کسب امتیاز برای متقاضی ویزای 188 اینویشن استریم میشه، میزان دارایی های شخصی و بیزینسی متقاضی اصلی پرونده و همسرشه. ذکر این نکته ضروریه که نرخ ارز مرجع بانک مرکزی معیار استرالیا برای تبدیل دارایی شما به دلار استرالیا خواهد بود. و اما فاکتور دارایی، اگر متقاضی اصلی پرونده و همسرش معادل 1,250,000 دلار استرالیا دارایی داشته باشند، 5 امتیاز کسب خواهند کرد. 1,750,000 دلار دارایی متقاضی رو به 15 امتیاز میرسونه. 2,250,000 دلار دارایی 25 امتیاز میده و 2,750,000 دلار استرالیا دارایی متقاضی رو به 35 امتیاز خواهد رسوند. ذکر این نکته ضروریه که نرخ ارز مرجع بانک مرکزی ایران معیار استرالیا برای بررسی دارایی شما خواهد بود. و اما فاکتور بعدی که منتهی به کسب امتیاز میشه، گردش حساب خواهد بود. در 4 سال مالی اخیر 2 سال گردش حساب شما مورد بررسی قرار میگیره و باز همین نکته ضروریه که نرخ ارز مرجع بانک مرکزی ایران معیار استرالیا برای تبدیل به دلار برای سنجش گردش حساب شما خواهد بود. 750,000 دلار گردش حساب شما رو به 5 امتیاز میرسونه. 1,250,000 دلار استرالیا گردش حساب 15 امتیاز بهتون خواهد داد. 1,750,000 دلار استرالیا گردش حساب بهتون 25 امتیاز میده و 2,250,000 دلار استرالیا گردش حساب سقف امتیازی 35 امتیازی رو به شما خواهد داد. در انتها تأکید میکنم نرخ ارز مرجع بانک مرکزی معیار استرالیا برای تبدیل گردش حساب شما و میزان دارایی شما خواهد بود. فاکتور بعدی که میتونه به متقاضی امتیاز بده، فاکتور مدرک تحصیلی خواهد بود. اگر متقاضی یک لیسانس معادل لیسانس استرالیا رو داشته باشه، میتونه تا 5 امتیاز دریافت بکنه. به اصطلاح خودمون، اگر فارغ التحصیل لیسانس از یک دانشگاه سکشن 1 باشه، میتونه برای این 5 امتیاز درخواست خودش رو ارائه بده. اما اگر متقاضی تو زمینه‌های تجارت، علوم و تکنولوژی تحصیلاتی رو داشته باشه، میتونه تا 10 امتیاز تو این سیستم دریافت بکنه. دیگه از فاکتورهایی که منتهی به کسب امتیاز خواهد بود، داشتن نمره زبانه. اگر متقاضی در زمان دریافت دعوتنامه یک آیلتس ایچ اسکیل 5 رو داشته باشه یا معادل اون تو سایر آزمون‌های مورد تایید استرالیا، 5 امتیاز رو میتونه کسب بکنه. داشتن آیلتس ایچ اسکیل 7 یا معادل اون تو سایر آزمون‌ها متقاضی رو به 10 امتیاز میرسونه. و تأکید میکنم که داشتن نمره زبان صرفاً و صرفاً یک گزینه اختیاریه و اصولاً متقاضی‌ها میتونن این آپشن رو داشته باشن که یا از امتیاز نمره زبان استفاده بکنن و یا نه، پرونده خودشون رو بدون داشتن نمره زبان پیش ببرن.
ذکر نکته دیگری ضروریه که در زمان دریافت ویزا اداره مهاجرت استرالیا یک آیلتس اوورال 4.5 رو از متقاضی و افراد بالای 18 سال این پرونده خواهد خواست. حتی اگر متقاضی تو اون زبان هم نمره زبان رو نداشته باشه، میتونه با پرداخت هزینه اون برای دوره‌های آموزشی در استرالیا مسیر مهاجرتی خودش رو از طریق ویزای 188 اینویشن استریم طی بکنه. مجدداً تأکید میکنم برای دریافت ویزای 188 اینویشن استریم هیچ الزامی برای داشتن نمره زبان وجود نداره و متقاضی میتونه در صورت درخواست خودش از طریق آزمون‌های آیلتس، تافل آی بی تی و پی تی ای نمره زبان خودش رو ارائه بده. مدیریت متقاضی در بیزینس خودش میتونه برای اون امتیاز به همراه بیاره. اگر متقاضی اثبات بکنه که در 5 سال اخیر 4 سال مدیر بیزینسی بوده، میتونه تا 10 امتیاز رو دریافت بکنه و همچنین اگر اثبات بکنه که در 8 سال اخیر 7 سال مدیریت بیزینسی بر عهده اون بوده، تا 15 امتیاز میتونه تو سیستم امتیاز بندی برای خودش منظور بکنه. و اما دوستان عزیز، موارد دیگری هم وجود داره که از 5 تا 15 امتیاز میتونه تو پروسه دریافت ویزای 188 اینویشن استریم به شما کمک بکنه. داشتن ثبت اختراع، مدارکی دال بر نوآورانه بودن شرایطی تو بیزینس شما، داشتن ترنوورهای موفق تو سالیان متوالی، استخدام کارمندان، همه اینها فاکتورهایی هستند که از 5 تا 15 امتیاز میتونن به متقاضی ویزای 188 اینویشن استریم کمک بکنن. سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت تا پایان مسیر در کنار شماست، تا نه تنها ویزای 188 اینویشن استریم رو دریافت بکنید، بلکه تا راه اندازی یک بیزینس موفق تو استرالیا همراه شما باشیم تا بتونید یک مهاجرت موفق رو تجربه بکنید. در حال حاضر شرایط بسیار بسیار مناسبی برای دریافت ویزای 188 اینویشن استریم وجود داره. پس اگر دارید راجع به این ویزا فکر میکنید، همین امروز با ما در تماس باشید تا بتونیم به بهترین شکل شما رو تو این زمینه مشاوره و هدایت بکنیم.